طالبان دیروز کارمندان تلویزیونی تمدن را غافلگیر کرد. بدون اطلاع قبلی، با ورود ناگهانی هیئتی و قصد بستن این رسانه. هرچند که فعلا این تصمیمشان اجرا نشده و هیئت وزارت عدلیه طالبان پس از رایزنی با مقامهایشان موقتا از این کار منصرف شد. البته تنها این تلویزیون نیست که طالبان تصمیم بستنش را گرفته. دانشگاه خاتم النبیین که یکی از دانشگاه‌های معتبر افغانستان است و مدرسه‌ای به همین نام. تلویزیون تمدن و دانشگاه و مدرسه خاتم النبیین را آیت الله محمد آصف محسینی روحانی شیعه در زمان حیاتش تأسیس کرده بود. او بنیانگذار حزب حرکت اسلامی هم بود. حالا وزارت عدلیه طالبان دلیل تلاش برای جلوگیری از فعالیت این نهادها را وابستگیشان به حزب حرکت اسلامی و ایجاد ساختمان‌های آنها در زمین غصب شده گفته. در اعلامیه طالبان آمده: به همین دلیل فعالیت هر سه نهاد مذکور متوقف و دفاتر آنها از سوی وزارت عدلیه مسدود می شود. بنابر همین موارد هیئتی از وزارت عدلیه روز پنجشنبه 28 ذی‌قعده به دفتر تلویزیون تمدن رفته و برای مسئولان آن اطلاع داد که فعالیت این تلویزیون متوقف و دفترش مسدود می شود. وزارت عدلیه بار دیگر خاطر نشان می کند که فعالیت احزاب سیاسی در کشور ممنوع است و با هر گونه فعالیت حزبی برخورد شرعی و قانونی صورت می گیرد. پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان از تعلیق تلویزیون‌های نور و بریا خبر داد که به احزاب جمعیت و حزب اسلامی وابسته اند. اما محمد جواد محسنی، رئیس عمومی تلویزیون تمدن، ادعای وزارت عدلیه طالبان را در هر دو مورد رد کرده و گفته ساختمان‌ها روی ملک خریداری شده ساخته شده اند. آقای محسنی در بیانیه اش گفته: مرحوم آیت الله العظما محسنی در سال 1384 هجری شمسی 19 سال قبل به صورت رسمی و علنی در جلسه کنگره حزب و در مقابل دید تمام رسانه‌ها از حزب حرکت اسلامی استعفا داده و برای همیشه از فعالیت‌های حزبی و سیاسی کنارگیری نمودند و فقط با عنوان یک عالم دین در خدمت مردم قرار داشتند. شبکه تلویزیون تمدن و دانشگاه خاتم النبیین پس از استعفای رسمی آیت الله محسنی از حزب احداث گردید و در آن زمان ایشان رهبری و عضویت حزب را بر عهده نداشتند. تلویزیون تمدن از زمان به قدرت رسیدن طالبان بارها با اعمال محدودیت مواجه شده. حدود دو سال پیش افراد طالبان به دفتر این تلویزیون هجوم بردند و کارمندانش را با زور و تهدید در یک سالن جمع کردند. روین رهنوش، BBC.